اول هر کار به نام خداوند بخشنده مهربان. که به همه ما فکر و عقل و گوش و زبان و چشم و بینی داده تا حرف خدا رو، حرف پیغمبرا رو، حرف شیطونا رو حالا خودمونیم گوش میکنیم یا گوش نمیکنیم؟ گوش نمیکنیم، برای که اگه گوش کنیم ما هم میشیم مثل اونا شیطون، درستی یا نه؟ خب حالا که اینطوره، اینا چیه؟ یک سری کلماتی هست که بعضی ها اولش، بعضی ها هم اولش هم آخرش حذف شده. یه راهنمایی میکنم. بچه‌ها تو خونه هاتون خوبه؟ الحمدلله سلامت باشید. شما بچه تو خونه هستید؟ بچه ها شما هم دفتر قلماتون که همیشه آماده هست؟ بله؟ بله بله. اینا همش مربوط به نماز میشینم راهنمایی. اینها قسمت های مختلف از نمازه. کی میتونه بگه مثلا؟ بله بله بفرمایید. موالات، بسیار عالی. موالات، موالات یعنی پشت سر هم انجام بدن. رکعت اولو خونده بعد میره یک تلفن میکنه بعد رکعت دومشو میخونه، این نمازش باطله، باید پشت سر هم انجام بده. بفرما. بله بسیار، اجازه بدین، این کو میشه رکوع. خیلی ممنون و متشکر. بفرما. نیت. کدومش نیته؟ بسیار عالی، بسیار عالی. نیت. ما در تمام نماز باید، اجازه بدین، در تمام نماز نیتمون باید خدا باشه. اجازه بدید، اجازه بدید یه چیز بگم. یه بچه ای داشت نماز میخوند، نمازش رو داشت سریع تون تون میخوند، یه دفعه دید یکی از معلماش از جلوش رد میشه. گفت خیلی بده من اینجوری تون تون کنم این رد بشه اینجوری. گفت حالا که اینطوره پس برای که معلمم خوشش بیاد نماز میخوند. الحمدلله جای جمع خود یه دفعه دید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی دیدش که معلمش رفت این نمازی که نیتش معلم باشه نمازش باطله. بفرما. قلوت. کدومشه؟ این نو باریکلا، این قیو و اینم نو و واو و ت. در قلوت معمولا میگیم ربنا آتنا و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. ماشاءالله همه میخوان بگن. خب اون جد چیه؟ سجده. بسیار عالی، بسیار عالی. اینم سجده. این رتی چیه؟ رت. ها بفرما. اون لاش سلامه. خیلی ممنون. بله خب این همه شما گفتیم، بذار یکشم من بگم. ترتیب. اونم قیام. خیلی ممنون. بله خب اول ما باید رکعت اول رو بخونیم، بعد دوم، بعد سوم، بعد چهارم. اگه اول اومدیم رکعت چهار رو بخونیم خب نمازمون باطله، باید به ترتیب بخونیم. یا مثلا اول نماز ظهر رو بخونیم بعد نماز عصر رو بخونیم. اگه اول نماز عصر رو عمدن بخونیم خب معلومه باطله. ممنون و متشکر. حالا که اینطوری میریم سراغ دو سه تا معمای کوچولو. هم در آسمان هم در بازار. باریکلا. مشتری. هم در فرودگاه هم در داروخانه. باریکلا. در فرودگاه باند پروازه، در داروخانه باند زخمه، درسته یا نه؟ هم در کتابخانه هم در چاپخانه هم در داروخانه. در چاپخانه کتابه. خانه. باریکلا. خانه، کتاب خانه، دارو خانه، چاپ خانه. بله همین هم خانن دیگه، نه میگه چاپ خانه ها. خب خیلی ممنون، متشکر. حالا که اینطوره به من بگین که این معما چی میشود که اسمشو بیاری میشکنه. بله سکوت. تا بگی سکوت، خب خود سکوت میشه حرف، هیچ حرف نباشه میشه سکوت، تا حرف شد میشکنه. ممنون و متشکر از شما که تا اینجا با من همراهی کردین. میریم سراغ یک سوال دیگری که از ما پرسیدن. چه سوال قشنگی میکنن. میگه از عمر و نوجوانیمون چگونه بهترین استفاده رو ببریم. باریکلا چقدر خوبه. یک، فرصت هاتون رو هدر ندید. خیلی وقتا هستش ما فرصت های زیادی داریم برای کارهای خوب ولی الکی وقتمون رو به کارهای بیخودی سر میکنیم. وقتی موقع اصل کارمون میرسه ای وای وقتم تموم شده فلان. ما یادمونه وقتی که
ایام نوروز میشد به ما مشق میدادن. خب خیلی مشق. می گفتیم اوه 15 روز وقت داریم. وای 7 روز دیگه هنوز مونده. جانم جان هنوز 4 روز دیگه. وای فردا باید بریم مدرسه که مشق نداشتیم. چقدر دادم قصه میخوره. من اینجا یه فرمایش کوچولو از حضرت علی علیه السلام خدمتتون میگم که ببینین چیه. حضرت علی علیه السلام فرمودند بادر الفرصه. بادر الفرصه یعنی چی؟ باریکلا از فرصت ها استفاده کن. قبل ان تکون قصه. باریکلا باریکلا چی؟ پس این سوالی که دانش آموزان خوب از ما کردن از عمر و نوجوانیمون چگونه استفاده کنیم، از فرصت هایی که پیش میاد حسابی بهره‌مند بشین، اون فرصت ها رو از دست ندین. من اینو میخونم، حفظ میکنین، پاک میکنم، مثل اون قبلی که تمام نقیصته خیر من ابتداها. بادر الفرصه بادر الفرصه قبل ان تکون قصه قبل ان تکون قصه. بفرما بادر الفرصه بادر الفرصه قبل ان تکون قصه. یه بار دیگه قبل ان بعضی میگن قبل ان تکون قصه. چشدار که نگفتم حرف بزنید. بعضیا ممکنه توی دهنشون کش داشته باشن. میگه بادر الفرصه بادر بادر الفرصه بادر الفرصه قبل ان تکون قصه قبل ان تکون قصه. پاک میشود تا ببینیم چه کس این رو بهتر حفظ کرده. یک دو سه بادر الفرصه قبل ان تکون قصه. بارک الله قبل ان تکون قصه. خب خیلی ممنون و متشکر. من یه فرصت رو میگم، فرصت امتحان. وای آخر سال امتحان، از اول مهر میریم مدرسه برای چی؟ برای که از فرصت ها استفاده کنی. دانش آموزی درساشو نخوانده بود، شب امتحان یه ورق جغرافی میخوند، یه ورق تاریخ، یه ورق فارسی، یه ورق همینطور همین رو قاطی پاتی کرد. فردا رفت جلسه امتحان، امتحانش هم تاریخ بود. سوال این بود نادرشاه افشار که بود و چه کرد. گفت اه این نادرشاه کی بود اومد تو تاریخ ما 4 صفحه به تاریخ ما اضافه کرد، ما مجبورشیم بخونیم. حالا چیکار کنه؟ باید بنویسه. قلم و در رو شروع کرد بنوشتن. حالا چی بنویسه؟ ریاضی، فارسی، ادبیات، جغرافی، تاریخ، همه قاطی شده. نوشت نادرشاه افشار مرد متوازی الاضلاعی بود که از راه راهن جلفا وارد لوله آزمایش شد. بعد از جنگ با 10,000 سلول مغزی از تیر تلگراف بلغارستان گریخت و سرانجام در مرو به دست آسیابانی کشته شد. قبر او در پاسارگاد کنار برج ایفل در اوکراین. چهارراه شهدا زیارتگاه مؤمنین و مؤمنات است. چی هست؟ من نمی‌دونم چیکار کردی. اولش چی بود آخرش چی شد؟ فرصت امتحان. وای گاهی وقتا هم شیطون میاد در گوشش وزوز میکنه، میگه این بغلی قشنگ می‌نویسه، از این نگاه کن. وای خدای من. گفت چنین گفت فردوسی پاکزاد تقلب کند نمره ها را زیاد. گفت اه اه چرا به فردوسی تهمت میزنی؟ فردوسی کی حرف زد؟ گفت چی میگم؟ گفت بگو چنین گفت فردوسی پاکزاد تقلب دهد آبرو را به باد. تا میاد این نگاه کنه این ورقشو برمیگن. اه روبر چه کنه که این بری؟ میاد این بری نگاه کنه این ورقشو برمیگن. میگم ها شیطون میگه نه ناراحت نباش. اون روبروی شاگرد اوله همین راقش هم می‌نویسه. تا این دختر خانم یا آقا پسر پا میشه روی ورقه اون نگاه کنه یه دفعه ا چی میشه؟ ها؟ وای معلمم بر میداره این ورقه امتحانی رو، یک دست این بره ورقه، یک دست این بره ورقه، این دو دست از همدیگر جدا میشود، این وسط چی میشود؟ آنا معلم آدم اینجا ما کردیم برو گوش ها بیرون معطلش نکن. این دفعه دیگه برخور میره برو معطل کن بهت میگم بیرون. قلب تو را خدا اه یعنی چی؟ این کارا چیه تو میکنی؟ از فرصت درس خوندن استفاده نکرده. بادر پاک شد. بادر الفرصه بادر الفرصه
قبل ان تكون قصه، قبل ان تكون قصه. ممنون و متشکر. حالا که به این قشنگی با ما همراهی کردین، میریم ادامه قصه. بله، قصه ما هم چی شد؟ بله، حالا از نظر رسم الخط اینجور نوشتنش شاید درست نباشه. بله، سه ضربه چی؟ اینم محکم. داستان ما به اینجا رسید که پادشاه شب از لشکرش دور افتاد به خاطر تعقیب یک گوره خر. یک چادر روستایی دید و اون بنده خدا پیرمرد و پیرزن فداکاری کردن، تنها گوسفندشون رو کشتن و به آقا دادن خورد. بعد گفتش که هر وقت گرفتار شدیم بیان شهر. دو تا ندیم داشت پادشاه، تو مستی اینا رو گفت بکشن. وقتی خیلی قصه خود چرا اینا رو گفتن بکشن، دو تا میل یاد بود، دو تا مناره، دو تا مثل امروزی ها برج مثلا فلان درست کرده بود. هر کس میخواست وارد شهر بشه باید این دو تا مناره رو سجده میکرد. سجده مال خداست، آدم نباید پیش کسی یا چیزی سجده کنه. پادشاه یه روز گذاشته بود که در این روز خودش با تمام لشکریانش و سران کشورش میرفتن وای میستادن، اولین نفری که وارد میشد اونو میکشتن. پادشاه وقتی که نگاه کردید وای، همون پیرمردی که تو بیابون اون شب فداکاری کرده، ایثارگری کرده، از خودش هر چی مثلا یک گوسفند داشتونو کشته، اومد بگه آی نیا، آی نیا، اگر بیای من میکشمت. اون پیرمرد بنده خدا همینجور سوار الاغش اومد و اومد از وسط این دوتا مناره گذشت. مامورا رو ریختن گرفتنش، ایست تکون نخور، تو امروز باید کشته بشی. پادشاه نگاه کرد که پیرمرد منو میشناسی؟ گفت بله، برای دیدن جناب عالی اومدم شهر، نمیدونستم برای کشتن خودم اومدم شهر. این چه قانونیه که تو وضع کردی؟ گفت ساکت، من پادشاه هستم، در برابر پادشاه نباید اعتراض کنی. گفت خیلی خوب، اعتراض نکنم چیکار کنم؟ گفت پیرمرد هر حاجتی داری از من بخوا، اگر نصف مملکتم بخوا بهت میدم، ولی تو باید امروز کشته بشی. گفت چی؟ کشته بشم؟ من اصلا نمیخوام بی خودی کشته بشم، من حاجتم هیچی ندارم، این قانون تو باید از بین ببریم. گفت قانون رو نمیشه از بین ببریم. گفت خیلی خوب، هر چی حاجت داشته باشم قبول میکنی؟ گفت قبول میکنم، بعدش منو بکش اب نداره. گفت باش. گفت من حاجتم اینه که سه تا ضربه بزنم به گردن پادشاه. گفت چی؟ این یعنی چی؟ چه حاجتیه؟ گفت مگه تو من نگفتی هر حاجت داری بخوا؟ من حاجتم اینه. گفت خواهش میکنم، پول بخوا، جواهر بخوا، اسب بخوا، شتر بخوا، ملک، زمین، باغ، هر چی بخوا بهت میدم. گفت هیچی نمیخوام، وقتی من کشته بشم چه فایده داره بعد از من همه دنیا طلا باشه. گفت پیرمرد نظر تو عوض کن. گفت نمیکنم. گفت خب، ما چون پادشاه هستیم و باید به حرفمون عمل کنیم، ما قبول میکنیم که از این پیرمرد سه ضربه بخوریم. گفت اون چماق رو به من بدین. یک چوب خیلی حسابی زمختی بود، این پیرمرد گرفت. گفت از اسب بیا پایین. از اسب اومد پایین، گفت سرتو خم کن. گفت پیرمرد یواش بزنی و پول هرچی بخوا بهت میدم. گفت من اینا سر نمیشه. پادشاه گردنشو که آورد پایین، پیرمردم چوب برد بالا، یک دونه ضربه محکم زد به گردن رو بشه. چه خبر تو؟ یکی بیشتر نزدم هنوز. پادشاه از حال رفت. پیرمرد رو دستگیرش کردن، پادشاه رو معالجه کردن. یک سال طول کشید. پادشاه کم کم گردنش داشت درست می شد. باز دوباره پیرمرد رو خواستن. گفت پیرمرد هر چی بخوام بهت بدم. گفت قربان، تازه اون ضربه‌ای که من زدم ضربه پنبه‌ای بود، آتشی نبوده. ضربه محکم نبود، ضربه متوسط بوده. حالا ضربه دوم که به ما میگن وقت تمومه، بقیه‌اش میمونه برای برنامه بعد. بله، ممنون و متشکر. یه دعا میکنیم. خدایا همه ما را از شر شیطان و از شر وسوسه های شیطان و دشمنان محافظت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله بر خاتم انبیاء محمد صلوات.